و سپاسگزارم البته از اهالی رسانه که سعی کردن اخبار رو منعکس بکنن، هرچند در این مسیر یکی دو تا سایت یا خبرگزاری بود که فکر میکنم انتقادی به سرکار خانم میلانی داشتن، به خصوص خبرگزاری فارس که مطلب با یک تیتر بسیار متفاوتی زده بودن که توهین، حالا دقیقا یادم نیست چی بوده، اما توهین وقیحانه سرکار خانم میلانی به عقاید مذهبی مردم که فکر میکنم این گونه نبوده. با همین دلیلم فکر کردم اگر باشه یک گفتگوی باشه یا که مناظری باشه بین سرکار خانم میلانی و همچنین نماینده از خبرگزاری فارس، از سرکار خانم میلانی دعوت کردم که در برنامه حضور پیدا کنن، قبول کردن، حاضرن رو در رو بشینن صحبت بکنن، که حتی اون روزی که بهشون هم زنگ زدم در مسجد جامع خرمشهر بودن و خیلی نکته جالبی بود که مراسم تاسوعا عاشورا رفته بودن خرمشهر. دوستان خبرگزاری فارس رو اطلاع دادم، آقای نوری که مدیر کل فرهنگی خبرگزاری فارس هستن اطلاع دادن که مایل نیستن در این میزگرد شرکت بکنن و رو در رو با خانم میلانی صحبت بکنن. اصلا در نه تلویزیون نه در سینمای ما نمیبینیم. من اعتقاد دارم سریالا یا فیلمایی که ساخته میشه توی مثلا تلویزیون، با عرض معذرت اینو میگم، نه همشون ولی اکثریتشون 20 سال از جامعه عقب ترن و سینمای ما 2-3 سال عقب تره. جامعه داره راه خودشو میره، هیچ اهمیتی هم به من و شما نمیده، داره راه خودشو میره. عقل ایجاب میکنه که ما بیایم و مسائل اینا رو شناسایی کنیم. یه مسئله رو مثلا تو همین فیلم ما مطرح کردیم به نام جاست فرند. بله. الان بیداد میکنه تو زندگی های شهری. فکر نکنین این فقط یه شوخیه ما میکنیم و ازش میگذاریم، ولی من یک دونه اشاره نمیبینم تو تلویزیون. یا مسئله ایدز، یا من خیلی مسائل دیگه که شما بهتر از آسیب اجتماعی تو جامعه رو. بله، ارتباطات سفید مثلا. میدونین من خیلی راحت بهتون میگم آقای گبرلو، بسیار بد معنی شده مدرنیته در جامعه ما. کاملا تعریفش غلطه. مثال ساده ای براتون میزن. بله، تو جوامع غربی زندگی سفید است، با هم دختر پسر زندگی میکنن تا یه روزی اگر با هم آدم هم بودن با هم ازدواج کنن. خب تو اون فرهنگ اون بله هستن. یعنی به این قصه ممکنه افراد بسیار ناسالی هم میان باشن دنیا رو یه طور دیگه ببینن یا بی اخلاق باشن، ولی بیس این نوع ایجاد رابطه اینه که اگر این آدم به لحاظ شیمی به من خورد و ما به لحاظ روانی به هم خوردیم، بتونیم با هم ازدواج کنیم. بیاین ببینیم اینجا چطور معنی شده. فکر میکنن امروز با این دختر، این دختر با این پسر، این پسر جوامع شهری و شهرهای بزرگ ما رو ببینیم. خب اینا باید آسیب شناسی بشه. اینا کم کم داره اخلاق رو از بین بره، داره خود این بچه ها رو قربانی این نوع روابط میکنه. میدونین وقتی آسیب شناسی نکنین مسائل ما هم حل نمیشه. ما دائم سرپوش بذاریم روش، اون زیر میگنده و بدتر میکنه شرایطو. مثل مثلا همین ایدز، اگر ما زمانی که مثلا این مسئله داشت تو جامعه به حساب نزج میگرفت، فقط چند تا فیلم میساختیم. من نوشتم دادم به سیما فیلم. آخه نکته که از خانم نه، فقط بذاریم بگم چی نوشتم تا ببینیم چرا اشتباه میکنم. سریع بگم، برخی فیلمسازا وقتی میگن بریم سراغ مسائل اجتماعی ده، فقط میرن سراغ مزامینی که تلخ و سیاست و این تلخ و سیاهی رو فقط میخوان بدون هیچ گونه آموزشی یا بدون هیچ راهکاری نمایش بدن، و گاهی اوقات هم که خود شما در جنا هستید میبرن تو مجامع جهانی برای جایزه گرفتن و اینا. این مصیبت رو گرفتارشیم. من نظرم رو راجع به این بگم بهتون. ببینید مرز اختلاف هیچ اشکالی نداره. کسانی که مخالف فیلم‌های اجتماعی هستن یا تون روی میکنن، فکر کنم این باشه حساسیت. شما فهمونی حسودی نمیکنن. ببینید اینم به عنوان یه آیتم ببینید. ببینید آقای گبرلو، ما مملکت بزرگی داریم، بسیار تماشاگران زیادی داریم، ما میتونیم هر نوع فیلمی رو بسازیم. من با شما اصلا موافق نیستم فیلم سیاه بی‌معنیه. یه کسی زاویه دیدش راجع به یه پدیده اینه. من وقتی به شما میگم مسئله ایدز، مثلا من طرحی رو دادم اینجا تصریف شد سیما فیلم، مسئله این بود که بگیم آقای خانم های خانه‌دار، شما میتونین از طریق شوهر آلودتون که تزریقیه صدمه ببینین و بهشون آموز پیشگیری و آموزش بدیم. لازم نیست همه چی مسائل اوریان گفته بشه. خب الان تعداد زنای خانه‌دار ما ده‌ها برابر شده، آلوده شدن. اینا همه همون چاییه که بهتون خدمتتون میگم، در پوشاییه که گذاشته میشه روش.
متوجه منظورم میشید؟ بله. وگرنه اگر نظر منو میخواین، من به هیچ عنوان اعتقاد ندارم آدمو شبیه من باید فکر کنن. من فیلمسازیم، کار خودمو میکنم. فیلمسازی هست که فیلمای اجتماعی سیاه میخواد بسته بذاریم بسازیم. چرا فکر میکنین فستیوالا از ما استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن؟ من اصلا با این حرف کاملا مخالفم. مگه بیکارن به ما توجه کنن؟ اصلا مگه بیکارن ما اینقدر دشمن برای چی میپروریم؟ من با این کلمه دشمن مشکل بسیار جدی دارم. شما میدونی اصلا بیس این که ما هی دشمن خیالی میسازیم چیه؟ نه دشمن خیالی که تو نه دشمن خیالی. من به شما یه چیزی میگم، اتمام بکنم. من اگر شما حرف منو نپذیرفتین هرچی بخواییم ببینیم. ما دائم مثلا مخصوصا تو رسانه میگیم فرهنگ غربی این کارو کرد، فرهنگ غربی به ما حمله کرد، دشمن منتظره از ما آتو بگیره اینا. حالا دشمن اگه بفهمه ما چند تا ایدزی داریم تو جامعه، مثلا چه میخواد، چه سوء استفاده ای از این میکنه؟ مگه الان ما میدونیم آلمانیا چقدر بیمار ایدزی دارن، یا آمریکا چقدر مثلا هموسکشوال داره، یا مثلا چه فرقی برای من و شما میکنه؟ ما مسائل خودمون رو مطرح نمیکنیم مثلا آلمانی ممکنه سوء استفاده کنه. بعد میگم فرهنگ غربی نمیذاره ما غربی ها نمیذاره ما زندگی درست بکنیم. آیا غربی ها به شما میگن شما با خانومتون درست صحبت نکنین؟ میگن دندونتون رو مسواک نزنین؟ میگن حموم نکنین؟ میگن زبون آلمانی یاد نگیرین؟ میگن تو شغلتون روش نکنین؟ ببینید اینا همه افسانه است و نمیدونم اساسا چرا این نگرش رو دائم توی جامعه باب میکنن، به جای اینکه به ما خود باوری بدن که شما به عنوان یک انسان ایرانی میتونی با فرهنگ ترین، با شعور ترین و درست ترین آدم، اخلاقی ترین آدم جهان بشی. دائم میگم بترسا، اینو نگو. من مشکل جدی با کلمه آبرو دارم. آقای آبرو روزگار ما رو سیاه کرده. جناب آقای وزیر کشور رو تشریف آورده بودن خانه سینما، من باشون جلوی البته بچهای کارگردان صحبت میکردم، گفتم واقعا یه کاری بکنین یه بازنگری بشه در کلمه آبرو. آبرو یعنی این که خدای نکرده کسی مورد تجاوز یکی از محارم قرار میگیره ولی از آبرو هیچی نمیگه، کتک میخوره هیچی نمیگه، بهش هزار و یک ظلم میشه به خاطر آبروی خانواده هیچی نمیگه. خب اینا آسیب ساز. بعدن این خشمایی که درون اینا وجود داره به صورت بسیار بدی بروز میکنه. شما این اراذل و باش که آفتاب اینا میندازیم و جدی بگیرید، اینا اغلبشون تو کودکیشون مورد تجاوز قرار گرفتن، بسیار مورد بی‌اعتنایی جامعه قرار گرفتن و یه واکنش نشون میدن. خیلی نکته ظریفی که خدمتتون میخوام بگم، قانون سوم نیوتونه که میگه در مقابل هر ضربه فشار انرژی که به یه جسم وارد میشه درست اندازه اون برمیگرده. شما هر خشمی که تو کودکی دارین، هر اتفاقی که به شما میفته، هر ظلمی که به شما میکنه درست عکسشو برمیگردونیم به جامعه.